صلى الله عليك يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة سيدنا الغريب ومولانا المظلوم شهيد كربلاء السلام عليك وعلى أخيك بالفضل العباس وعلى أختك الحوراء زينب فيا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما فلعن الله من حال بينكم وبينما الفرات وقاس غيركم بكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سون روز و شب چرا از غم کدام غم غم سلطان کربلا ارسل حسین بر حسین مرثیه بخوان بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي من علينا بحكام يقومون مقامه لو كان حاضرا في المكان ولعنت الله على اعدائهم لا سيما فلان وفلان السلام عليك يا بقية الله أشهد أنك حي لا تموت حتى تبطل الجبت والطاغوت عرض سلام ادب احترام عرض تعزیت خدمت همه شما حسینیان ایام فاطمیه را به روایت 75 روز حیات صدیقه طاهره صلوات الله علیها بعد از رسول حق اشرف و اعظم خاتم و خاتم انبیا صلی الله علیه و آله خدمت همه شما تسلیت و تعزیت داریم. امیدوارم که در راستای اقامه شعائر فاطمیه مثل همیشه پیشگام باشید و توشه و زاد آخرت را پر پیمان تر از همیشه داشته باشید و عرضی داشته باشید در محضر حضرت حق جل و علا در روز محشر در باره عرض ارادت به صدیقه طاهره صلوات الله علیها که اگر چنین گوهری را کسی در محشر بیاورد قطعا مورد شفاعت حضرات آل الله خاصه صدیقه طاهره صلوات الله علیها قرار میگیرد. حوائج انشاءالله مغزیه باشد و اهم حوائج فرج منتقم خاتون دو سرا حضرت فاطمه زهرا صلوات الله علیها باشد. انشاءالله که غافل از فرج نشویم و عرض تعزیت و تسلیت خدمت مقام بقیت الله عجل الله تعالی فرج و شریف داشته باشیم. ما برنامه تکیه بین الحرمین در خدمت شما هستیم و بررسی مقتل عاصد و شهدار و روحی له الفدا و نظر حقیر گذشت که در این ایام عزای صدیقه طاهره نیز مطلب را ادامه بدهیم و بالمناسبه اگر مجلس ذکر مصائب داشتیم یا اگر که خاص به صدیقه طاهره صلوات الله علیها عرائزی را داشتیم بگذاریم در مناسبت‌های دیگر تا قدری در مطالب مقتل قمر بنی هاشم صلوات الله علیه پیش برویم در این ایام. البته آن حقیقت معرفتی و آنچه که کسب می‌شود با مطالعه مقتل آقا ابی عبدالله روحی له الفدا مطالب بنیادی مطالب پایه‌ای مطالبی که مبنای اعتقادی می سازد در همه آل الله یک حقیقت است ولی ظهور و بروزش در احوالات مختلف مواقف مختلف
فرق میکند. کیس و زرنگ کسی است که بتواند درک حقیقت کند و مبانی و پایه اعتقاد خود را بسازد. انشاءالله. اگر خاطر انور عزیزان باشد، در جلسه گذشته سخن به اینجا رسید که ابو جعفر اسکافی در رد مطالبی که جاهز آورده است، جاهز معرفی شده است در قسمت‌های قبل مفصل راجع به او و شخصیت او عرایزی را داشتیم، مراجعه کنند کسانی که می‌خواهند مطلب را دست بسته بیابند به قسمت‌های قبلی. و تا آنجا که در رد مطالب او که جاهز ادعای این را داشت که ابوبکر آزار و اذیت دیده است در زمان حیات رسول خدا ولی امیر عوالم امیر المؤمنین روح الله الفدا، که این عبارت از حقیر است، او به نام مولای عالم را یاد می کند، این گونه نبوده است که مورد آزار و اذیت قرار بگیرد و این حرف باطل و دروغی بیش نیست. جهاتی را برای این دروغ پردازی ها در کتب اهل خلاف عرض کردیم و آن تحریف هایی که در تاریخ وجود دارد و آن کسانی که به این تحریف ها کمک های بسزایی کردن الی یومنا هذا، یعنی تا همین اکنون که حقیر در خدمت شما هستیم، دست های پلیدی در بین است که فضائل حضرات آل الله را ناپدید کند در بین کتب، یا اینکه مطالبی راجع به دشمنان اهل بیت اضافه در کتب کنند تا این حد است. گاهی از آنها مکشوف اهل تحقیق و دقت می شود و به میدان مبارزه می آیند و گاهی از آنها هم مستور می ماند و بر غربت معارف آل الله می افزاید در طول تاریخ. نظائر در این باب بسیار بسیار زیاد داریم، خاصه کتبی که اخیر چاپ شده است و رعایت بعضی از امور باطل، بعضی از گویش های باطل از وحدت دستخوش این قرار گرفته است که فضائل امیر عوالم امیر المؤمنین را محو کنند و برای متخلفین ثلاثه فضائلی بتراشند، خلاف آیات باهرات نورانیه کلام الله مجید، خلاف روایات. و امیدوارم که مقام بقیت الله عجل الله تعالی فرج و شریف آنچنان که شایسته اینان است با آنها برخورد کند. خب، تاریخ نشان داده است قدم از این دنیا بیرون نمی گذارند مگر این که عبرت خلق می شوند. قدری صبر می خواهد و قدری زمان. مشخص می شود آقا، حق مشخص می شود، باطل یه جولانی دارد، آنچه که پایدار است حق و حقیقت است. تا اینجا ابو جعفر اسکافی گوید شک نیست که ابو عثمان جاهز تحت تأثیر باطل افتاده و راه خطا و خذلان پیموده. خذلان مسئله‌ای که بسیار در آن تأکید داریم، مبادا کسی اهل خذلان شود. ایام شاعر فاطمیه است، نکند کسی اهل خذلان شود. ایامی است که شیعه، خواص شیعه، این قید را باید بزنم، باید بزنم، ایامی است که خواص شیعه به میدان آمدند. ایام فاطمیه ایامی است که آن کسانی که اعیان بین شیعیان هستند در نظر حضرات آل الله صلوات الله علیه مجمعین وسط میدان می آیند. نبادا کسی خذلان کند، مبادا کسی با مخفی کردن مصائب صدیقه طاهره حق بیبی دو عالم را پایمال کند، همان گونه که اهل سقیفه کردند. مراقب باشید آقا، فاطمیه زنهار دارد، فاطمیه تحذیرات دارد، بسیار بسیار سخت است. اینجا ابو جعفر اسکافی نقل می کند، به نقل شیخ عباس قمی عرض می کنیم که خذلان کرده است جاهز. کسانی که با متون کهن تاریخی آشنا هستند نام جاهز برای آنها معروف است و سرگردان شده و چیزی نفهمیده. تا آنجا که گفته آنچه گفته جاهز، یعنی تا آنجا که گفته آنچه گفته نقل کرده و گمان برده،
علی علیه السلام پیش از هجرت بلا و سختی ندیده و همان پس از هجرت از روز بعد در گرفتاری امتحان وارد شده و روزگار محاصره شعب را از یاد برده. محاصره شعب مطلب را خود ابو جعفر اسکافی تکرار می کند. گمان نکنید که مطلب را خوانده ایم دوباره می خوانیم، خیر، ترتیب در نقل همان است که گفته ایم و تکرار می کنم. از یاد برده که علی علیه السلام در چه سختی بود و ابوبکر راحت و آسوده می زیست. تا آمده ای برای اینکه تفضیل به گفتیم یک مکری در کار بود و یک جعل قاعده ای کردند که آن کسی که صاحب فضل حقیقی است را کنار بگذارند و آن کسی که مفضول است، یعنی دائما به او فضل شده است، را بر سر کار قرار بدن. برای این که این ترتیبی که در سقیفه تصمیم گرفتن، آن هفته سیاه تاریخ، برای آن که آن را مشروعیت ببخشند، قواعدی را اختراع کردند. قواعدی که هنوز با همه پیشرفت بشری که امروز هست مورد قبول عقلا واقع نشده است. یعنی هیچ توجیهی ندارد، هیچ توجیهی ندارد که شخصی فاضل باشد کنار گذاشته شود و شخصی که مورد فضل است، مفضول است، یعنی اتباع شود و دنبال او بروند. حتی کسانی که بهره اندکی نیز از عقل دارند، کودک ممیز حتی می داند که این حرف چقدر مضحک است، مایه خنده است. کسی که فضل حقیقی دارد کنار برود، کسی که همیشه مورد تفقد دیگران قرار می گرفته است او سردم دار شود. ببینیم این برنامه صفای گلشن فاطمه گل من روی من سیه شد از جفای دشمن. ای صفای گلشن فاطمه گل من روز من سیه شد فای دشمن. فاطمه کجایی داد از این جدایی، داد از این جدایی، نیمه شب داره قص میده رکن من تو بودیم، صبر من نمودی، دختر چو زینب تربیت نمودی. من چگونه شویم من مدیون تو هستم ای مدافع، ای فروغ دیده، یار قد خمیده، دست من به زخم بازویت رده. صلوات الله علیک یا مولاتی یا فاطمه الزهرا. مصائب صدیقه طاهره صلوات الله علیها بسیار سنگین است. خداوند علی علی حجاب را از دیدگان ما، موانع را از قلب ما کنار بگذارد تا بتوانیم قدری از آن را درک کنیم. عرض می‌کردیم در قربت امیر عوالم امیر المؤمنین بی مناسبت نیست این مطالبی که خدمت شما عرضه می کنم. قواعد تراشیدند به خاطر این که به آن افعال پلید
کسانی که سلف غیر صالح آنها بودند مشروعیت ببخشند اعلام آنها که مزدورانی بیش نیستند. از علم هم همان سیاهی سواد به معنی کلمه را دارند و داشتند. آنها آمدند قواعد تراشیدند و این قواعد را ریشه گذاری کردند در قالب‌های مختلفه، در اشعار، در متون، در امور این گونه که خداوند علی اعلی این گونه است که تفضیل می‌دهد گاهی مفزور را بر فاضل. چرا این تهمت را به حق نسبت می‌دهید؟ همه اهل مطالعه و دقت می‌دانند که این عبارت مشهور از چه کسی است؟ کسی که شرح نهج البلاغه نیز می‌نویسد. این عبارت مشهور است از او و خلق قواعد می‌کنند تا مشروعیت ببخشند. اضافه بر این که شیعه این سیاست برای او مکشوف شده است و می‌داند، اضافه بر این جعل فضائل می‌کنند برای متخلفین ثلاثه. تأکید در این مطلب دارم که بسیار حائز اهمیت، بسیار بیشتر کسانی که در قرن سوم، به نقلی که عرض کردم خدمت شما، مقالات آن هم موجود است، بیشتر کسانی که در قرن سوم قلم بر کاغذ رانده اند در تنزیه شیخین بودند، اولی و دومی لعنهم الله، راجع به آنها بیشتر تنزیه کردند. چند جهت دارد ولی راجع به سومی مطالب و تنزیه کمتری میبینیم. دلیلش هم یکی این است که سومی جایی برای دفاع نگذاشته بود بین جوامع اسلامی. خبط هایی که داشت، کارهایی که میکرد تماما میدانستند، ولی اولی و دومیم را شروع کردن به تقدس بخشیدن. و من جمله از این مطالبی که ابو جعفر اسکافی در رد مطالب جاهز میگوید و دیگران نیز، جعل میکنی به خاطر آن که ابوبکر را مشروعیت بدهی، فضیلتی برای او به تراشی، امیر عوالم، امیر المؤمنین، روحی له الفدا، که فضائل امیر المؤمنین قابل شمارش نیست، به ادله بسیار بسیار محکم و قاطع، هم ادله نقلیه کافی و وافی در این باب هست، هم ادله عقلیه کافی، ادله براهین بسیار محکم بر این هست که امیر عوالم، امیر المؤمنین صاحب فضائل است، مصدر فضائل است. خب که خود همین کسانی که حق او را غصب کردن بارها بارها در مقام حسد، در مقام بیان غبطه گفتن ای کاش در فلان فضیلت ما شریک علی ابن ابی طالب روحی له الفدا بودیم. قرض احوال ابو جعفر اسکافی هم به همین اشاره می کند. ابوبکر راحت و آسوده می زیست است و با هر کس می خواست می نشست و هرچه میخواست میخورد و آزاد و خوشدل میگشت و علی علیه السلام در گرداب گرفتاری بود. امیر المؤمنین بود که گرفتار بودن از دست مشرکین و کفار حجاز و گرسنگی و تشنگی میکشید و هر صبح پسین خطر قتل داشت. جان مبارک امیر عوالم، امیر المؤمنین روح الله الفدا در خطر بود. خود حالا جالبه بدونید، خود اهل خلاف نیز نقل کردن امیر عوالم، امیر المؤمنین روح الله الفدا در همان جلوه صغر سن که بودن چنان دفاعی از خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله می کردن که لقب و صفت خاصی به حضرت مولا داد عرب. آن صفت هست، آن لقب هست، ولی آن ذکر نمی کنم که دستخوش بعضی قرار نگیرد، و الا امیرالمومنین در همان صغر سن دفاعی از رسول خدا صلی الله علیه و آله نی کردند که صنادید عرب نمی کردند، بزرگان قریش این دفاع را نمی کردند نسبت به امیر عوالم، امیرالمومنین روح الله الفدا عرض می کنم، و الا جعفر، حمزه سلام الله علیه ما، اینا کسانی بودند که مدافع رسول خدا بودند. آن گونه که حضرت مولا صلوات الله علیه دفاع میکرد کسی مرد آن میدان نبود، نه فقط در صغر سن، تا آخرین لحظه حیات رسول خدا که نظائرش را میبینیم، در حنین ببینید، در احد ببینید، همه فرار میکردند. از خواهیم کنید در گرداب گرفتاری و گرسنگی و تشنگی میکشید و هر صبح و پسین خطر قتل داشت، زیرا او بود که برای تحصیل قوت، برای غذا،
به دعوت از شیوخ و عقلاء قریش استمداد می‌جست. امیرالمؤمنین بود که برای کسانی که در شب گرفتار آمده بودند می‌رفت و از شیوخ اشاعر طلب قوت و غذا می‌کرد. تا رسول خدا و سایر بنی هاشم در تنگنای حصار شب نگهداری شدند، حضرت مولا نگهداری می‌کرد و هر آن ممکن بود دشمنان رسول خدا صلی الله علیه و آله او را بی دریغ طعمه تیغ و دست خوش ولید ابن مغیره و عتبه ابن ربیعه و دیگران از فراعنه و جباران قریش شود. ممکن بود اینها که فراعنه قریش بودن حضرت مولا را به قتل برسانند، یعنی خطر جان داشت. او خود را گرسنه می داشت و قوت خود را به رسول خدا صلی الله علیه و آله می داد و خود تشنه می ماند و سهم آبش را به رسول خدا صلی الله علیه و آله می داد، وا می گذاشت برای رسول خدا. او بود که در بیماری رسول خدا صلی الله علیه و آله پرستارش بود و در تنهایی مونسش بود و ابوبکر از همه این گرفتاری ها بر کنار بود. عرض کردیم کسی این مطالب را میگوید که خودش در اعتزال و معتزلی بودن شهره است، ابو جعفر اسکافی، و رنج و مشقت آنها را نداشت و از احوال آنها بیخبر بود. اصلا ابوبکر خبر نداشت چه میگذرد بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و بنی هاشم و کسانی که نسبت با رسول خدا داشتند. از احوال آنها بیخبر بود مگر به طور اجمال. 3 سال مناکحه و معامله آنها را تحریم کرده بودند. عرض کردیم اتصال هر گونه با کسانی که نسبت با رسول خدا صلی الله علیه و آله ممنوع شده بود در شعب. در شعب زندانی بودند و نمی توانستند بیرون آیند و در کار خود نظری کنند. اصلا نمی تونستن به امورشون برسن. بالاخره هر یک از آنها خانه زندگانی، زمینی، شغلی، حرفه‌ای نمی گذاشتن کسی تماس برقرار کند با آنچه که چگونه جاهز این فضیلت را فراموش کرده و این امتیاز را از خاطر برده است که نظیری ندارد. امتیازی را برای امیرالمؤمنین روح الله قدس از یاد بردن که نظیر برای آن نیست. انتها. مطلب شیخ عباس قمی علی الله درجاته اینجا تمام میکند نقل ابو جعفر اسکافی را. بله طول تاریخ این گونه بوده است و گذشته عرض کردیم. اینجا اشعاری را در فضیلت امیرالمؤمنین روح الله الفدا می آورد مرحوم محدث قمی علی الله درجاته از زبان شیخ عذری مطالب و اشعار را می آورد که مرحوم کمره‌ای فارسی سرایی کرده است آنها را. گویم ابو جعفر اسکافی درست گفته که در بیماری علی علیه السلام پیامبر صلی الله علیه و آله را پرستاری می کرده است، زیرا ابن ابی الحدید از سلمان فارسی روایت کرده است که صبح روز قبل از وفاتش خدمت پیغمبر رسیدم، به من فرمود. مطلبی که پیغمبر خاتم صبح روز قبل از شهادتشان به سلمان فارسی گفته است را میگذاریم برای جلسه آینده. وعجل فی فرج مولانا صاحب العصر و الزمان هر حسید، عرض تعزیت خدمت سلطان سریر رضا آقا ابوالحسن رضا صلوات خط کنید. یا علی مدد، خدا نگه. رزیت کربلا و صوت العقیله تجول مخاطري ودمعي ياسينة حراير كربلا حزن الفواقم تدور بضاميري دور المآتيم نوايب كربلا صرختي تيلا لحن الهضيمه